به همگی کل سکسیا به کانال پوریا پوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشه. عید امسالش غریبی چند سال اومدیم با یه ویدیو شاد که یه شب شاد در کنارم داشته باشیم. بچا واقعا در مورد اینستا ویدیو زیادی ساختم. این که داره میره به سمت کورن هاب، داره میره به سمت خیلی جا. ولی یه سریا هستن واقعا بی محتوا. یعنی اصلا دلیل ساختشون معلوم نیست. ولی ما بریم اینا رو ببینیم. لایک کامنت سابتون رو ویدیو طولانی 12 دقیقه ویدیو خامش رو یاد بگیریم واسه همین کمتر زنگ بزنم. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. کاکو راحت باش، برین توش بعد به سلامتی خودت بخور برو بالا. دوست عزیز نگاه کنین، همون لیوانیه که من 3 سال نشستمش و هر روز توش قهوه میخورم. 3 سال چرا توش مطلوبه؟ مرتوب تو هر روز من میزنم اینجوری قهوه فوری. بعد ببینی الان آب میزم داخلش داداش خیلی بعد وای کامنت ها رو بخونید. هم میخوره به این صورت. نخوری جان مادره. 3 ساله کار چیه؟ البته یه خودکاره داشتیم با... تو کار کنتوره خدا رو شکر باش فاکتور می نوشتیم. بعد یه دقیقه دادم دست این پارکبانه. دلیل ساخت این ویدیو بچه ها نامعلومه. اونم رفت. ببین این نگاه کن الان افتاد رو زمین. خدا شاید افتاد رو زمین. نگاه نک آمریکا آمریکانوی مناطق معروف اینجا. بعد بفهم دوباره همیشه برو بالا به سلامتی همتون. خورد حاجی خورد. به به ولی سی بگم اینجور آدم ها بیشتر زنده میمونن چون سیستم دفاعیشون قوی تر میشه. به خدا رقص ابروی مناطق محروم به قول خودتون. میبینی دلیل ساخت این ویدیو چیست؟ اول باید شورتتو قشنگ با دست بشوری. آموزش شورت شویی و صابون بچه یا شامپو بچه. چرا یه خانوم باید آموزش شورت شستن شورت رو بده؟ یا صابونای مخصوص لباسی. مگه داری صابون مخصوص لباسی؟ بشوری شورت منو باید بریزی دور. شوخی کردم شوخی کردم. شورتی که شستی و یه قابلمه برمیداری دو تا لیوان آب میریزی توش جوش که اومد شورتو میندازی یه 5 دقیقه قشنگ بجوشه. یادت باشه که قابلمه فقط باید برای شستن این شورت باشه. What the fuck؟ یعنی قابلمه این نباشه که توش غذا درست میکنی خب؟ و فقط واسه این کار باشه دیگه خب؟ و بعد از 5 دقیقه شورت پخته شده رو در میاد. حاجی خب شورتو بریز دور دیگه و جلوی آفتاب میذاری که خشک بشه. مگه اون شراب ریخته رو فرش در سرویس؟ ببخشید فرشه توش ریدی اند روش خشک. چجوری ریدی که اینجوری شستی؟ خیلی داغونی به درد هم نمیخوری. حاجی قسمت تغییر رو فهمیدید؟ میگه اه واقعا باشه نکن نیکس زنگ زدم رستوران برام. چه فیس کیوت و باحالی داره. کیوت هم باحال پشت وقتی اومد دیدم پیک موتوری مدیر مدرسه هم دوران بچگیمه. یه نگاهش کردم گفتم منو میشناسی؟ این سیبیه بذاره می گفتم یادت میاد کلاس پنجم پروندم رو دادی گفتی تو هیچ پخی نمیشی من فلانیم. خیلی دردناکه اینجا بچه ما فوق لیسانس هایی داریم تو رستوران. سرش انداخت و متاسفم گفتم نگاه کن من تو این برجم پشمام. خب من زود قضاوت کردم آدم ها رو نمیشه از چهرهشون قضاوت کرد. چهره چشم گفتم الان هم زود قضاوت کردی. گفت چطور؟ گفتم من اومدم اینجا نظافت چیم؟ امسا رو به اتمامه. بیاین به کارهایی که در طول این سال کردیم فکر کنید. ببینید حقی کی رو خوردیم، روی کی رو کم کردیم، کی رو ناراحت کردیم، کی رو ندیدیم، کی رو رنجوندین، دل کی رو شکوندین. واقعا بشینید روش فکر کنید. حاجی یه بار دیگه سنی ازش گذشته اصلا نمیشه. داشتم با ماشینم تو خیابون ویراج میدادم یه زانتهی از بغلم رد شد گفت چیکار میکنی؟ گفتم هیچی دارم واسه احمد بندری میرخصم. گفت بزن کنار بزن کنار کنتور نامحسوسم. گفت شباشه تو بدن. Thank you.
ادیتور آیما میوت کن یه لحظه. مرسی. وایسا حاجی ادی من ریدم دوباره بذارم آهنگ رو میوت کن تو رو خدا. ریدم اصلا چیکار کرد؟ من فهمیدم چیکار میخوام برم کجاشه. وایسا راست راستش زوم کن اونجاست. شامپو اونجاشه. نکنی قنبل شده؟ جادوه؟ این چه علمیه؟ آجی این چی بود؟ من نفهمیدم. خدایا عمری بده بتونم بهتر از پدر مادرم مراقبت کنم. ادی میزنه تو سرش. بلو کن بلو کن بلو کن باقش از میان آبا چی شده؟ آجی دقیقا بابای این بود که چرا آب ریختم اون شب. نیز ببین این موضوع من تو هر حالتی که میگیرم موزه. تو وقتی اینو موز میبینی یعنی ذهن سالمی داری. پس به خودت ببال. مگه شما خیار دیدید؟ پویا پوتک مگه اون خربوزه نبود؟ چی میگی خیار چی؟ خربوزه بود دیگه نهیدی مگه زردم بود حالا. استعدادهای پنهانی کشور. مرسی آجی سخت پاد درد وای میبره. وای کاش خودم تیغ میزدم. چرا آمدم اینجا؟ ازم روم نمیشه. خجالت میکشم. استرس دارم. به هرچی قیافش میخوره جز دختر بودن. نه بابا دیوونه ای بلا اینقدر دیدن که مگه فقط منم در روز خیلی اونجا شمی. آه راست میگه سوال بزرگیه. خودشونم از خودشونم میاد اینجا. کسی منو نمیشناسه. چشماتو ببند و به اتفاقای خوب بکن. آینده از آن توست. چه رفتی دارم؟ نکنه ازم عکس و فیلم بگیره. و بعضی ها بدون شیک دوست دارم. وایسا پویا پوتک وایس. چرا الان یکی باید اینجوری دوست داشته باشه؟ مگه همه چی حلوه که با پردش قشن تکسیب میکنم برو ادامه. یاد از مرا دوست دارم. سهبی دلم تنگ برا دارو ندارم و بگیر مال خودت مال چیز. کامنت بخورید من نظر نمیدم. شید و پرزارو بیم افتا بیشو به خطرم. قرارمون یاد سرم دیر نکنیم منتظرم. عزیزم مرسی ولی استعداد توی چیز دیگه است. چیزی دارم بهت میگم یا اینکه باید بری کلاس ولی تلاشت واقعا عالی بود. چه چالشیه به خدا سوسیس داشتم انجام میدادم. یعنی حاج آقا بگیری اخ پیرزن اون تریپل پروبه. او روسن دیگه دوباره امتحان کن. دیگه سه بار امتحان کن روسن. بندازی حاج آقا در حاج آقا بندازی دهنت. وای زنه اومد خیلی سمه. اوه خواهی خواهی چون نوکش معلوم زشنگه وای وای گفت نمیتونم کم سبدوه گاه این ها از یک کشور شخص شبیه اوکراینی زبانشون میفهمم چی میگن ولی لحظه نیماگو یعنی نمیدو. تو ایران چطوری صابونه میخورن؟ خامه گفته بیا کیسه منو بخور. من فدای تو بشم عزیز دلم. تو هم بخورم قربونت تو برم. امروز دوست دخترم اومد خونه یکم به هم دیگه عشق ورزیدیم. بعدش زبان کار کردیم. یه بسته برامون اومد اونو آنباکسش کردیم. میدونم الان یه سری ها میگن دوست دختره که مامونته حلقه ازدواج داره. اونو خودم بهش هدیه دادم. بچه ها رفتیم پیش روان پزش بیان اینو عادی سازی کنیم که روان پزش رفتن اوکیه و اتفاقا خیلی خوبه که سلام. من خیلی روان پزش میرفتم ولی من مریض بودم چون خودزنی میکردم میرفتم. عادی سازی نداره دیگه. هر کی میتونه روان پزش که نبردی روان شناس مثلا روانت برات مهم باشه. تو میخوانی عجب آبگوشتی برای نهار زدیم. بعدش با مادر رفتم شهرک عرب ها که تا حالا نرفته بودم. بازار بزرگ و خفنی بود. جدی هر کی از این ماهی لب بگیره بهش 100 تومان. خب بفرست من لب بگیرم. اکثر فروشنده هاشون اهل جنوب بودن. چقدر با مرام خاکی بودن. دمشون گرم. این ماهی هم تقریبا انقدر من بود. امیدوارم دیگه امسال ایدز یک سبزی پلو با ماهی داشته باشه. بی محتوا نبود خودش باحال بود. دوست داشتم. خیلی با جزئیات بود. من یک تمساح دریایی هستم. خدا دوست
هنوز اومدم تو دستگاه برای ازاد ولد و جفتگیری. بفا نکننت خدا دوست. جفت من کجا هست که بهش مک بزنم؟ شهر سخنی دارم. آب دریا چه شوره؟ خدا دوست هنو هست. نهنگ ماده فرار کرد. لفا نهنگ نر نگیرتت. من آن تو دریا میگردم و پیدا میکنم. از نهنگانی من نر قوی. کرینج از اف هاچ. چرا ننه ها اینجوری هم؟ ولی دیگه ننه های جدید اینجوری نیستن، ننه های قدیم. الان قطع میکنم. این پسره همونا لیزر از خلاقه. خوش هم آمد ازش. فقط الان میگه خالشه. خالا قد شد آبجی، یعنی برادر. بابا جواب بده، یه جوری شدم. فکر کنم خالت بود. اشکال نداره، دوباره زنگ میزنه. یه جوری شدم. بعد اخلاقی که مامان دادن دیدی گوشی رو اینجوری میگیرن، اینجوری. بیچاره چشمم ضعیفه دیگه. آقا پیری های ما که خیلی بده بچه‌ها. یعنی با این فست فودا و سیگار و الکل و گل و که اینجا جا افتاده، یعنی ما یه بار گفتم همه جوانای ما خوشحاله که هیچ وقت اتفاق نیفتاده، ولی اکثرا اون رو پنجه آموزش باز کردن در بود. اینجوری می‌کنی؟ مرسی. ای وای. سلام. سلام عزیزم. بچه یه سوال دارم. من لایک پسر دارم. علیرغم که خیلی دوست دارم شون. لطفاً به من پیام بدید. پسر ها، دختر. بیشتر پسر ها باشن یا دختر ها؟ عزیزم کوچولوی اوکیه. من بیشتر با پسر رفیق ترم تا دختر. سوسمست. آموزش. علی علی. بهت گفته بودم دارم بدنم آماده میکنم علی. دوباره رفتی پشت سر بچه ها راجع به من صحبت. بدنو خیلی آماده بدن نکن. بدن من الان آماده است. 24 ساعت تمرین کردم، شبانه روز نخوابیدم علی. غلط کردی. قدرت و نگاه. علی برو بس سگ بزنش. این بچه ها آتش بازی نمی کنن ها، دارن از شر عروسک های باربیشون خلاص میشن. چون باربی در واقع یک مبلغ هست برای فرهنگ غرب. شات دی اف. چه یک مراسمی اونها رو منهدم میکنن. تو این برهوت کارهای مناسب فرهنگی شاید فکر کردم بهترین روش همینه. بیان سرویس چرا؟ اوکی بعضی عروسک ها کرم دارن، مثلا دوتا لزبی هم میدن دیگه. فرهنگ غربی خب برو بزن، برو یه عروسک بزن جاشو بگیره، همش اونو بریز دور، هیچ چم جاش نذار. یه میلیارد بهت بدم، حاضری بزنی؟ من میکشم. چی جوری پاشد؟ سلام دوستان، اومدم عروسک لیدی بایک و بیبی بورنم رو بهتون نشون بدم. مرسی عزیزم. ببین این یکی از من عروسک بارد. اول از همه میریم سراغ لیدی بایک. لیدی بایک چیه؟ این لیدی بایک عشق منه، جون منه. اینم خیلی عزیزم تو خانوادت که اینجوری حرف میزنه درست نیست. شعر میگه خیلی گرونه، پس شما ها نمیتونیم بخریم. زشت فروشی از این سری. یکی اینکه عروسکت خیلی خوشگله. ولی این 98,000 تومن. حالا بریم ببینم کی میخواد براتون بخره. عزیزم مبارک. اینم عشق منه. بگو ماما. دیدید بیبی بورنم و 5 میلیون خریدم. حالا ببینم کی میخواد براتون بخره این همه پول. زندگی من وای هاشی خیلی کوچیک بود، ولی اخلاق درست نیست. اگه ویدیو منو میبینی بدون کار درستی نیست، فخروشی کار درستی نیست. کی میتونه بخره؟ داری معرفی میکنی قشنگ. جوب عروسکاتم خیلی خوشگل بود، خودت هم خیلی خوشگل تر. خب این فخروشی یعنی این. خب بذار من الان یه فخروشی کنم یاد بگیری. شلوارم نیفته. این فخروشی مثلا یعنی این. ببینشون 200 میلیون کی میتونه بره بخره؟ زشت دیگه. تحسین وانیل سیسیمی. درسته من اینو دیدم یه جا دیگه هم. من خودت رو شبیه باربی کنیم. آبجی مرسی قشنگم، خیلی خوبه. من با هیچ چیش مشکل ندارم، با هیچ چیش. اون چون کار شخصیشه، به ما ربطی نداره. ابرو دیگه جاده قم تا سمنانه. خدمتش عزیزم فداتون. بچه ها ماشینم دوباره خراب شد، کابوت زده بودم بالا درست میکردم که این آقا قشنگ از این بالا از این بالا آجی طلاق اون یه دفعه اومدن اینجا. این آقا طلاق از کجا؟
ایجاد اتوبان تهران کرج کیلومتر 20 اتوبان تهران. دقیقاً از کجا اومدی؟ از امداد پشت‌سرا. نه از کجا اومدی؟ از این بالا پریدم از آسمون. امداده. از کجا اومدی؟ از اون طرف. واقعاً؟ آره منم گفتم سلام می کنم. واقعاً عالیه. خدا فیلم بگیر من میرم. گفت فیلم بگیر من میرم. حاج آقا دار خانومت بگه آشغال ببر می بده. خب گایز دم تک تکتون گرم. مرسی که ویدیو رو دیدید. دوستتون دارم خیلی زیاد. همه محتوا قشنگ بود. من نمیخوام محتوا کسی برام زیاد جدی میگم. عالی بود. بعضیش دیگه بی دلیل بود دیگه. ولی بای بی دلیلیش یعنی گرفته دیگه که بس من فرستادم. خیلی دوستتون دارم. جاتون اینجاست. عیدتون مبارک. ریدم تو دشمنانتون. به پدر مادرتون احترام بذارید. از همون چیزی که دارید و هستید لذت ببرید ولی قانع نباشید. بچه که بودم میخواستم بزرگ شم به فقیرها کمک کنم. ولی الان خودم جز فقیرم. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.